سلام، وقت همگی به خیر و خوشی. آقا قدنامه پارلمان اروپا نگو، شکاف سنج بگو. سید علی وافور و اکبر کوسه قدنامه رو گذاشتن وسط و دانن همدیگر رو تیکه و پاره میکنن. از یه طرف باند خامنه ای حسابی هول کرده و رفته تو خط گله سازی و گله بازی. جمع طلاب و دانشجویان ایرانی ضد تحرکات پارلمان اروپا. اساتید و طلاب حوزه های علمیه امروز در اعتراض به قطعنامه پارلمان اروپا در مدرسه فیضیه قم تجمع کردند. تایر به سرای ساندیسی هم جبگیر شدن و یه شعار جدید به کلکسیون شعارهای ولایی اضافه کردن. اروپا ننگت باد، ننگت باد اروپا، اروپا ننگت باد، ننگت باد اروپا، اروپا ننگت باد، ننگت باد. بعدم به فرموده ولی فقیه بسیجی‌های دماغ سوخته رو به اسم دانشجو سرازیر کردن تو خیابون. شماری از دانشجویان هم جمع مقابل سفارت یونان با اعتراض به صدور قطعنامه پارلمان اروپا ضد ایران خواستار ایران تا زمان عذرخواهی از ملت ایران شدند. باقی مهرهای کل گنده و کل کنفوزهی ولایت هم با اقتدار به جلز و ولزای خودشون ادامه دادن. شیخ پری اولش چیزی نگفت، اما بعد چند روز به صحنه اومد و با یه تیکه آف کوسه پسند پیچید جلوی گماشته های ولی فقیه. دکتر روحانی در این جلسه گریزی هم به قطعنامه ضد ایرانی پارلمان اروپا زد و اون رو بی ارزش دونست و یادآور شد که پارلمان اروپا کوچکتر از اونه که بخواد به ملت بزرگ ایران توهین کنه. این روایت تیبیریش از حرفای شیخ پری بود. حالا حرفای سانسور شده رئیس جمهور بنفش نظامو بشنوید که تو برخباره های باند کوسه چاپ شده. در 4 سال گذشته 60 قطعنامه با ادبیاتی تندتر از قطعنامه اخیر توسط این پارلمان علیه ایران صادر شد که هیچ ارزشی نداشت و در خصوص آن سر و صدایی هم نشد. چند تا؟ 60 تا. چرا قاد زدی شیخ بری؟ پارلمان اروپا کجا 60 تا قطعنامه داده؟ قطعنامه های سازمان ملل رو با پارلمان اروپا قاطی کردی که؟ خب طبیعیه، گیجیه و هزار درد سر. اما اصل داستان اینه که میخواد به رقبا بگه بابا یه قطعنامه که اینقدر داد و هوار نداره. تأکید بر توسعه همکاری ها با ایران، استقبال از توافق موقت هسته‌ای و تلاش برای دستیابی به توافق دائم از نکات مثبت این قطعنامه است. قطعنامه پارلمان اروپا دارای بندهایی نظیر تأکید بر مذاکره و بهره‌گیری صرف از راه حل سیاسی بر سر برنامه هسته‌ای است که به وضوح در تضاد با نظر برخی دولت مردان آمریکایی مبنی بر وجود همه گزینه‌ها بر روی میز است می باشد. بفرمایید، اینم از موضع‌گیری‌های قاطع دولت جام زهری در برابر توهین پارلمان اروپا به سرتاپای نظام ولایت. ظریف هم که اینو شنید دور برداشت و بی‌اعتنا به عربده‌های شربت مداری رفت واسه ضیافت شام اشتون و ادامه مذاکرات. این دور آخرین دور گفتگو و بحث قبل از رسیدن به مرحله نهایی مذاکره و وارد شدن به تدوین متن که امیدواریم انشالله با توجه به کار خوبی که همکاران ما در جلسات فنی کردن زمینه آماده باشه که این جلسه هم کار ادامه پیدا بکنه و انشالله در اردیبهشت ماه وارد تدوین بشه. تعدادی از موضوعات رو جلسات قبل بررسی کردیم، قرار دیگه این دفعه جمع بکنن دوستان بحث ها رو. احتمالاً منظورش از جمع کردن بحث ها جمع کردن لب و لوچه های زهرآلود سیدعلیه. حالا همه اینا یه طرف دنده معکوس سفیر سابق آخوندا تو مقر اروپایی ملل متحد یه طرف ایجاد دفتر
مانند تأسیس سفارتخانه های 27 کشور اروپایی در کشورمان است که این موضوع به نفع ماست و نباید با آن مقابله کنیم. واکنش تند علیه چنین قطعنامه هایی نشانه قوت ما نیست. باید در موضع‌گیری و واکنش ها دقت بیشتری شده و مطلبی عنوان نشود که مشکلاتی بر سر راه بهبود روابط به وجود آورد. به این ترتیب جنگ و دعوای باندای نظام همچنان ادامه داره، موشکافی ما هم ادامه داره، سال سال اسبه، برو بری. موسیقی